من مسافر ساده‌ای هستم که به مرور زمان بزرگ شدم. وتستمر بنا الحياة بكل ما فيها وكأنها درس يردد كيف نحياها ونحييها وتستمر بنا الحياة بكل ما فيها وكأنها درس يردد كيف نحياها ونحييها الناس للناس ولا منا من استغنى كل مهم دون فرد مستثنى لا شيء صعب إن تكاتفنا وغررنا يا سعدنا بحصادنا إن نحن أحسننا إن نحن أحسننا نحن أحسننا أليست هكذا الدنيا تسير ولا تقف ومهما طالت اللحظات حتما تنصرف ومن منا بلا حلم يسير بلا هدف فماذا إن تعثرنا سوى أننا نقف وتستمر من الحياة بكل ما فيها وكأنه درس يردد كيف نحياها ونحييها غذا یکی از نیازهای اصلی انسان برای زنده ماندن است. در جهان غذای کافی برای 7 میلیارد انسان و حتی بیشتر تولید می شود. با این وجود، هر روز نزدیک به 1 میلیارد شخص گرسنه سر بر بالین می نهند. این در حالی است که در جهان بیش از 2 میلیارد تن مواد غذایی تلف می شود. خداوند متعال نعمت‌های بیشماری را در سرزمین‌هایمان به ما عطا نموده است. رودخانه‌ها، زمین‌های کشاورزی، اقلیم مناسب، نیروی کار. با این حال ما هنوز خودمان کشت نمی کنیم و وارد کننده ایم. هنوز پاسخگوی نیازهای خودمان نیستیم. مشکل بزرگتر این است که چه زمانی گرسنگی ریشه‌کن شده و امنیت غذایی را در کشورهایمان محقق می سازیم. گرسنگی یعنی بالا رفتن آمار جرم و جنایت، بالا رفتن آمار مرگ و میر، کم شدن تولید و عقب ماندگی کشورها، پایین آمدن سطح بهداشت و سلامتی و بالا رفتن آمار فقر. جلوگیری از هدر رفتن، افزایش تولید و کمک به نیازمند از جمله راه حل‌های کاستن از فقر در جهان است. با نام خداوند خوشبختی جدیدی را آغاز می‌کنیم. سلام مادر. خوش اومدی. حالت چطوره؟ زنده باشی. خدا ازت راضی باشه. دیدم اینجا ایستادی. حقیقتش اومدیم زمینی که کش کردی رو نگاهی بندازیم. انشالله. هاش خانم کار شما چیه؟ هیچی. خانه دارم. خانه دار؟ بله. با شوهرم زندگی میکنم. با شوهره؟ بله. شوهر چند سالشه؟ سنش 78 سال میشه. خدا بهش عمر طولانی بده. شوهرم فلجه.
خدا حفظش کنه. از سال 2005، 17 سال میشه. نصف بدنش فلجه. علت فلج شدنش چی بود؟ سکته. خدا کمکش کنه. نیاز به کمک داره پسرم. خدا رو شکر راضیم. خواستم بهشته. آمین. جهنم نمیخوام، این دنیا رو هم نمیخوام، از این دنیا هم چیزی نمیخوام. الحمدلله پسر ندارم، دخترم ندارم. الحمدلله. آره الحمدلله. این اتفاق چطور براش افتاد و چه جوری بود؟ هنوز یادمه، صبح هم صبح نمیخوردیم. ماه ده بود، رفتم بیرون تا از بازار زیتون بخرم. وقتی برگشتم دیدم فلجه و خدا را در همه حال شاکریم. چطور گذران زندگی میکنیم؟ ماهی 94 دینار از مؤسسه کمک دریافت میکنیم و با همین زندگی رو میگذرونیم. خدا را شاکریم الحمدلله. 94 دینار کافیه؟ حقیقتش کافی نیست. روی این زمینم کشت و کار میکنم و میگذرونیم الحمدلله. چی کشت میکنیم؟ پیاز میکارم، مثل این یکم بامیه هم میکارم. کمک خرجی میشه الحمدلله. نمیخوام دستم پیش مردم دراز بشه. آبرو داریم خدا رو شکر. آرزو چیه؟ آرزوم اینه که با آبرو زندگی کنم و خدا با حلالش منو بی نیاز کنه، کمک کنه، بدهیم و بدم. همین بدهکارم. تنها پیش خدا گله میکنم. کی بهتر بهتر از خدا؟ خدا هم کسی هست برادرم؟ نه نه. میترسم بمیرم. این پیازا رو کاشتم تا بفروشم و بدهیم و بدم و آسوده بمیرم. پسرم همه چیز حل میشه جز بدهی. حتی شهید، شهید در راه خدا، یعنی کسی که در راه خدا شهید شده، بدهیش بخشیده نمیشه، بدهیش باقی میمونه. همه چیز قابل بخششه. حق خدا میره، حق دنیا میره. اگر در حق تو کار اشتباهی کرده باشم، فردا حق تو ازم میگیری. دوتا فرشته اینجا شاهد هستن. تو نمیدونی من واقعا مؤمنم یا دینم چیه. من به لطف خدا نماز شب میخونم، نماز فرضم هم میخونم. همین که به شوهرم رسیدگی میکنم برام کافیه الحمدلله. خدا عمر جوانیمو دادم، خدا رو شکرم پسرم. آمین. هاش خانم، مساحتی که توش کش میکنی چقدره؟ همین قدری هست که الان توش کش کردم. تمام اینه که کش شده تا آخر؟ بله. زمین اجاره کردی؟ بله اجاره. بله. چقدر پول اجاره میدی؟ 1000 متر مربع 35 دینار. ولی آدمای صبوری هستن، تا حالا پول نگرفتن، تا وقت برداشت مولد دادن. انسانای خوبی هستن، به خاطر وضعیت حاجی. نه من، شاید هم به خاطر خودت حاجیه. نه به خاطر حاجیه پسرم. سبحان الله، این تقدیر خدایی بوده. الحمدلله. ولی تو میتونستی حاجی رو ترک کنی و بری سراغ زندگی. نه من ترکش نمی کنم. نه نه نه، من وفادارم. من آخرت رو میخوام پسرم. به خدا تنها آرزوم عاقبت به خیری و آخرت هست. کشت میکنم برای نون حلال. بدوی هستیم، سهرانشینیم، شهری نیستیم. تو تنور نون میپزیم، هر کاری که بگی انجام میدیم. مثل مادرم، به خدا مثل مادرم. با وجود تمام کاری که میکنیم، مگه کسی هم هست که نخواد مادرش باشی؟ نه. مگه میشه نخواهیم بهتون بگه مادر؟ من بچه ندارم، اما باید گریه کنم. نمیخوام اشکامو نشونت بدم یا ناراحتت کنم. به خدا قصه‌ام بیشتر از شادیامه. چی میتونم بگم جز الحمدلله رب العالمین؟ الحمدلله. دلم خدا رو شکر به تقدیر خدا راضی و بس. راضی به حکم خدا. آرزو دارم که پسر یا دختر داشته باشم که کمک حالم باشن. هیچ چیز دیگه از دنیا نمیخوام پسرم. من وقتی شبا درد میکشم، آرزو میکنم که ای کاش کسی کنارم بود. وقتی حمومش میکنم، به خدا پسرم حرفمو باور کن. شوهرمو تو خونه ول میکنم، میام تو خیابون تا شاید تو یا یکی دیگر رو پیدا کنم که بیاد کمکم کنه. الحمدلله. مادر بذار اصل ماجرا رو برات بگم. ما دفعه قبل که اینجا اومدیم وارد این منطقه شدیم، تو رو دیدیم که راه میری، یه لباس صورتی پوشیده بودی. بله. درسته؟ و ما دربارت پرسجو کردیم، گفتیم این حاج خانم کیه؟ گفتن پیاز میکاره. در این منطقه و زمینی کرایه کرده. امروز گفتیم که بیاریدش تا باهاش ملاقات کنیم. من اومدم و با حرفام ناراحتت کردم. نه نه نه، برعکسش، این من بودم که ناراحتت کردم و تو این سرما حسد کردم. تحمل سرما برای خودم سخته. من اصلا احساس سرما نمی کنم و جسمم مثل آتیشه. چی میگی؟ الحمدلله خدا به هم قدرت داده تا به شوهرم و نعمت بزرگی. الحمدلله پسرم، خدا رو شکر. خدا خودتو همسرتو حفظ کنه. حاجی رو خدا حفظش کنه. الحمدلله. مادر، بله، خواستت چیه؟ من چیزی رو برای خیر تعیین نمی کنم پسرم. نمیشه برای کسی که بخشش میکنه چیزی رو تعیین کرد. تمام لب کلام و ختم کلام. حرف آخر، حرف آخر. نمیشه برای خیر تعیین تکلیف نمی کنم. خب مادرم، به خدا من شغلی ندارم.
به خدا نمیتونم دستمو دراز کنم. خود خدا با علم غیبش میدونه. ممنون مادر. خدا جزای خیر بهت بده. حتی اگه یه دینار توش باشه. خدا جزای خیرت بده. بازش کن. میشه سرتو ببوسم؟ به خدا پسرم، مثل پسرمی، لطفاً. به خدا نمیشه. به خدا نمیشه. خدا مشکلاتتو برداره و بیشمار کمکت کنه. به خدا خودت نمیدونی چه کمک بزرگی کردی. والله 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 باش. پول مردمو پس میدم، بدهیمو میدم، باور داشته باش. باور خدا در دنیا و آخرت نگهدارت باشه و تو رو برای خانوادت نگهداره. اگه متأهلی خدا تو رو برای زنت نگهداره و اگر مجردی خدا زن صالح نصیبت کنه. تو رو سالم پیش مادرت برگردونه. خدایا این دعا و درخواست یک غریب از تو از پروردگارا. به خدا نمیدونی، نمیدونی پسرم، نمیدونی. بدهید چقدر مادر؟ اینم پیشت باشه. خدای من، پسر عزیزم، به خدا مشکلمو حل کردی. مشکلمو حل کردی. آمین. گوش کن خدایا، تو میشنوی و از حال و روزم با خبری. من به درگاهت روی آوردم. من پروردگارم و صدا زدم. گوش کن پسرم، بگیر این پولا رو بگیر. من دیشب پروردگارم و صدا زدم و گفتم پروردگارا دروازه گسترده تو بروی من باز کن. دیشب سبحان باور کن دقیقا ساعت 3 شب بود. گفتم پروردگارا دروازه گسترده تو بروی من باز کن و از جایی که خیالش هم نمی کنم به من روزی بده. خدایا با حلالت منو از حرمت بی نیاز بفرما. گوش کن پسرم، تو رو خدا آورده و باور کن که اصلا از اومدنت اینجا خبر نداشتم و خدا منو محاسبه می کنه اگه دروغ بگم. خب مادرم اجازه بده در مورد بعضی چیزا توافق کنیم. الان بدهکاریت دیگه صاف میشه. خدایا شکرت. خدایا تو درهای آسمون تو به رویم باز کردی. یا الله یا الله یا الله یا الله، تو درخواستم و اجابت کردی. یا الله، و منو دست خالی باز نگردوندی. یا الله پروردگارا، خدایا ازت ممنونم. یا الله یا الله مادر، یا الله یا الله یا الله، به خدا مایوسم نکرد. به خدا، خدا بهت پاداش خیر بده مادرم. خدا بهت برکت بده مادر. دعا مرد نکرد. خدا با رحمتش ناامیدم نکرد پسرم. ناامیدم نکرد خدا پسرم. خدا بهت پاداش خیر بده مادرم. بله. مادرم اجازه بده دیگه ما بریم، چون اذان مغرب نزدیکه. از کنار ام راکان نیکوکار به سوی سعید در سودان سفر می کنیم. یک انسان واقعی. لبخند از لبانش جدا نمی شود و یقینی دارد که قلبش را آکنده ساخته است. بله. تو الان 10 ساله که تو باشگاه زندگی می کنی. دقیقا 10 ساله که توی باشگاه زندگی می کنم. برای اینکه وقتی کلمه باشگاه یا کلوب بله باشگاه، وقتی یعنی میای انتظار داری یه جای خوب و امکانات ببینی، جایی برای نشستن یا کافی شاپ یا محل جشن و مراسمات یا ورزش باشه. حتی جایی ورزش هم نیست. البته ورزشکار داریم، اما اینجا باشگاه غیر ورزشیه. باشگاه غیر والا ورزشی نیست. یعنی تو نگهبان باشگاهی؟ من فقط نگهبان باشگاهم. و خدا یارت باشه، تو از اداره باشگاه حقوق میگیری؟ راستش اصلا من هیچ حقوقی دریافت نمیکنم. چند وقته؟ 10 سال اینجا دارم کار میکنم. فقط اینجا نشستم اما هیچی. الان چه شغلی هر کاری باشه میکنم تا فقط خرجی بچه‌ام در بیاد. خدا حفظت کنه. آقای سعید شغل اصلی چیه؟ کار اصلیم کشت و کاره برادر. کشاورزی؟ بله. یعنی تو در اصل کشاورز؟ بله، کشاورزیه. زمینی هم داری که توش کشت کنی؟ نه هیچ زمینی ندارم. پس چطوری کشاورزی؟ راستش من میرم پیش اونایی که زمین کشاورزی دارن و با اونا کار میکنم. در عوض پول براشون کشت میکنم.
خدا کمکت کنه. آمین خدایا. وضعیتت چطوره؟ وضعیتو که خودت میدونی تو کل کشور وضعیت خوب نیست، ولی گذرانه، زندگی میکنیم دیگه، چی کار کنی؟ چند ساله که وضعیت؟ حقیقتش بیشتر از 13 یا 14 سال میشه. سبحان الله. بله. همش بودو بودو. بله همش دوندگیه. سبحان الله. خدا کمکت. سپرنده ایم. مثال خوبی بود. مثل یه پرنده که اول نمیدونه چی قراره گیرش بیاد، فقط حرکت میکنه. وقتی حرکت میکنه خدا روزیشو میرسونه. مثال قشنگی بود. این همینه. یعنی اگه یه روز تو خونه بمونی چیزی برای خوردن نداری. اگه بشینم دیگه کار خونه تمومه، هیچ چیزی باقی نمیمونه. هیچی. چرا کار کشاورزی؟ کشاورزی هم میکنم، ولی این روزا زمیندارا خودشون کشت میکنن، هزینه ها بالا رفته. خیلی وقتا هم وضعیت انقدر بد میشه که بچه ها میان میگن گشنمونه، دیگه طاقت نداریم، ما هم فوری از خونه میزنیم بیرون، راه دیگه ای نداریم. سبحانه. هیچ راهی. پین در اون در میزنیم، شاید کاری پیدا بشه، میگردیم از اینجا به اونجا، شاید هم کسی پیدا کنیم که پول قرض بده، که الان دیگه سخت شده کسی قرضم نمیده. خلاصه این که اول برایشون چیزی میاریم تا ساکتشون کنی. اینجا چرا الان به این وضعیت در اومده؟ حقیقتش استاد، وضعیتی که ما بهش گرفتار شدیم به خاطر خودمونه. راک میگم، مشکل خودمونه. حتی من یه بار گفتم تو مسجد بعد از نماز به مردم گفتم ای مردم، بعد از اتمام نماز قبل اینکه بلنشین 100 بار استغفار بگین انشالله. میدونی خدا درباره استغفار چی فرموده؟ از الله آمرزش بخواید، به راستی که او بسیار آمرزنده است، از آسمون بر شما بارون پی در پی بفرسته و با اعطای دارایی و فرزند شما را یاری بده. این خوبه اگه استغفار کنی، پروردگار همه چیز به تو عطا میکنه، فرزند، مال، همه با استغفار میاد برادر. بله کسی که استغفار رو فراموش کنه نعمت تو مسجد میبینی وقتی نماز تموم شد مردم به سرعت تموم میرن بیرون. سلام نمازو که دادی، چپ و راستتو که نگاه میکنی میبینی هیچ کی نیست. سعید خدا حفظت کنه، با اینکه آدم سادهی به نظر میرسی اما حرفت از طلاست. به خدا حرفتو باید با طلا نبشه. امروز به هم گفتی که استغفار میکنی و یکی از فضیلتهای استغفار روزی هست، درسته؟ خب سعید، من اسمم قیسه، از امارات هستم. بسیار عالی، باور کن من بین مردم خلیج اماراتی ها رو بیشتر از همه دوست دارم و حتی همیشه مسابقات تیمای فوتبال اماراتی رو نگاه میکنم، مثل تیم العین و حتی اسم بازیکناش هم میدونم. دو تا بازیکن هستن تو این تیما که شبیه همن، عبدالرحمن و بله عمر، بله عمر عبدالرحمن. یعنی تو فوتبالی هستی؟ الحمدلله. و فکر میکنم یه بار شبیه تو رو تو تلویزیون دیدم که نمیدونم کجا رفته بودی. کجا رفته بودی؟ همین لباسا رو پوشیده بودی، ولی یه چیزی آورده بودی، دقیقا نمیدونم صندلی چرخدار بود یا یه چیزی شبیه به این تقریبا. برای کی برده بودم؟ اول تو رفتی جایی پیش یه خانواده و بعدش در رو برات باز کردن، چند تا زن بودن، در رو باز کردن و تو ازشون سوالای زیادی کردی و بعدش بهشون گفتی که کارشون اینجا چیه و اونا بهت گفتن که ما اینجا مشغول کشاورزی هستیم. یعنی همین سوالایی که از تو پرسیدن؟ بله، سوالا تغییر نمی‌کنه. حالا بگو کاری که این شخص میکنه درسته یا نه؟ حقیقتش کاری که این شخص میکنه باید بگم که خدا توش برکت قرار داده. آمین و ازش قبول کنه. شخصی که تو تلویزیون دیدی خود من هستم. تو قیس هستی؟ خیلی مردی. خدا این لبخنده رو همیشه گی کنه. با خودم گفتم که لباسا شبیه همون است و اصلا من دیروز تو تلویزیون داشتم تماشات میکردم. رفتی پیش یه خانواده و با مردم حرف زدی. سبحان الله. بله. خدا تو این کار ما برکت قرار بده تا بتونیم برای مردمی که باهاشون ملاقات میکنیم و افرادی مثل تو مفید باشیم. نوشه روی کاغذ رو بخون سعید. خوشبختی. خوشبختی برای سعید. تو سزاوار خوشبختی هستی. مبلغی برای شروع یه پروژه جدید کشاورزی به تو اختصاص می‌یابد. مردم برای مردم. خدای من، خدا جزای
خیرت بده قیس، تو واقعا با این کارت خیلی زیاد خوشحالم کردی. خدا بهت خیر. من سزاوار این خوشبختی نیستم، خیلی خوشحالم و این باعث میشه که اماراتی ها رو بیشتر دوست داشته باشم. برادر خدا حفظت کنه از خوبی خودت. اونا انسان هایی هستن که همیشه و هر زمان کار خیر رو دوست دارن. شیخ زایدم همه دنیا خدا رحمتش کنه، خدا رحمتش کنه، همه دنیا فقط از خوبی شیخ میگن. سبحان الله، نیکوکار بود. برای اینکه نیکوکار بود و خیر مردم رو میخواست. اون زمان که شیخ زاید به مردم کمک میکرد، اون زمان دنیا خیلی بهتر. سبحان الله. مثل جوان بود، مثل الان دنیا پیر نشده بود، دنیا الان دیگه پیر شده. دوران شیخ زاید مردم دوستش داشتن و اگه میگفتی که داره شیخ زایدو نشون میده، همه به تلویزیون نگاه میکرده. خدا بهش پاداش نیک عطا کنه. خدا بهش پاداش نیک عطا کنه. و تو کاری که برات مناسبه رو انجام بده، چه کار کشاورزی باشه یا هر چیز مناسبی دیگه که خودت بشه. خیلی به خواست خدا، این واقعا یه خیر بزرگه. خدا بهت برکت بده. مهم اینه که کاری رو شروع میکنی که برای خودت و خانوادت و مردم مفید باشه. من همون زمان که این کار رو انجام میدادم، هم نیتم این بوده که هم خودم سود ببرم، هم کسی که من میخره سود ببرم. اجازه بده بغلت کنم. زنده باشی و خدا بهت برکت بده. خدا میخوام در هر سختی برات گشایشی قرار بده برادر. آمین یا رب العالمین. و انشالله هر جایی که هستی همیشه خوشحال باشی، چون خوشحال کردن مردم باعث میشه که خودت هم خوشحال بشی. سبحان الله. شاد میشی چون این خوشبختی اونجا ایجادش کردی. من مطمئنم که دلت الان پر از شادیه، چون تو یه کار خیلی خوب انجام دادی و به نظر من دعای تو اجابت میشه، چون افرادی مثل تو که این کار خوب انجام میدن، هر وقت و هر موقع که دستشون رو برای دعا بلند میکنن، دعاشون قبول میشه. آمین. و انشالله خدا خوشبخت و مسرورت کنه انشالله. آمین. من یکی از گروه منسعید و انشالله هر کسی که در این موضوع سهمی داشته، همه شما انشالله. آمین. آمین. از سودان به سوی عراق می رویم تا با مؤید دیدار کنیم. شخصی که در کندوداری متخصص است اما مجبور به زندگی در اردوگاه شده است. شغلت کندوداری است؟ درسته. کندودار قدیمی یعنی چی؟ یعنی این که از قدیم زنبور عسل پرورش می دادم. ماشاءالله. یعنی خیلی سال پیش، اما از بین رفت از بین زمان آوارگی و اینا. خدا کمکت کنه. بمبارون شد و کندو از بین رفت. چند تا کندو داری؟ 20 تا. ماشاءالله 20 تا. خب چه مقدار عسل تولید میشه؟ عسلش هر کندو ممکنه بین 25 تا 30 کیلو عسل بده. یکیش توی فصلش. ماشاءالله. ما فقط وقتی میخواییم عسل بخریم به این توجه میکنیم. درسته. اصلی هست یا تقلب، اینو نگاه همش میکنیم. همش برکت هست. فواید عسل چیه؟ ببین، حتی نیش زنبور عسل با قدرت خدا نیشش درمان هست. سبحان الله. شغل قبلی چی بوده؟ کارشناس ارشد تاریخم. ماشاءالله. معلم بودم. چی شد تو این کار اومدی؟ علاقه. این کارو دوست داشتم. با یک کندو شروع کردم. درآمدش خوب بود؟ خیلی. خب وقتی که کارمو گسترش دادم، سطلای عسل که 25 کیلویی بودن، یعنی 10 تا 15 تا میفرستادم بغداد. یعنی از شغلت بهتر بود؟ بله، تو فصلش بهتر بود. سبحان الله. بله. همش روزی خداست. اگه فرض کنیم 1000 چادر تو اردوگاه هست، چند تا کندو براش کافیه؟ میتونم بگم حدود 150 تا براشون کافیه. شما به عنوان متخصص نیاز میبینی کندو داری اینجا گسترش پیدا کنه؟ خیلی. هر جایی نیاز داره. ما الان به جایی رسیدیم که هر بیماری که میاد انسانو درگیر میکنه. درسته. هر ویروسی که بیاد رو سلامتیمون اثر میذاره. در حالی که راه های جایگزین داریم که یا از بینشون میبره یا کمترشون میکنه. و اصل یکی از این چیزاست. درسته. آرزو چیه امو؟ آرزوم اینه که یه مزرعه شخصی داشته باشم. پرورش عسل شخصی. و یه خونه و خیالم راحت باشه. آرزوم همینه. خیالت الان راحت نیست؟ نه الان خیالم راحت چرا؟ نیست. به خاطر وضعیت نابسامانی که الان توی عراق هست.
دو نعمت قدرشون دونسته نمیشه، سلامتی و امنیت. ولی مسئله رزق و روزی و درآمد همش دست خداست. درسته، روزی دست خداست. تعیین شده. بله کاملا. فقط نیاز به تلاش بله. داره. یعنی استفاده از اسباب. حرکت. نگاهی به این پاکت بنداز. بذار دستمو ببرم تو جیبم. نیشت زدن؟ نه نیشم نزدن. مقداری پوله؟ برای چند تا کندو کافیه؟ برای تقریبا 12 تا. 12؟ بله. چند تا لازم داری؟ انسان نگاهش به بهتر و بیشتره. درسته؟ درسته؟ یعنی هرچی بله. بیشتر بهتر. بله درسته. این کندوها رو ما از مدیریت اردوگاه خواستیم که فراهم کنن و هدف اینجا یک کسب و کار برای شما بوده و اینکه ساکنین اردوگاه هم ازش مستفید بشن. انشالله این کندوها رو میخواییم بیشتر. انشالله بعدش ما از تو خدا بهت برکت بده میخواییم که به بعضی از افراد ساکن اردوگاه آموزش بدی. چون این علمه. منم از خدا میخوام که قبل از هر چیزی توی این کار رو سفید بشن. خدا بهت بله. توفیق بده انشالله. به همگی توفیق بده. آمین. و سوم انشالله این بخشی از حقوقت هست. انشالله. و این حقوق انشالله تا زمانی که زنبورا و کندوها اینجا هستن و مردم ازش استفاده میبرن ادامه داره و انشالله خدا بهت برکت بده. تشکر میکنم. خدا خیلی تشکر بده. میکنم و واقعا ممنونم. خدا بهت برکت بده. بذار در آغوش بگیرمت. اسمتو نگفتی. قیس. زنده باشی استاد قیس. تو استاد قیس هستی؟ من از طرفداراتم اگه واقعا همون استاد قیس باشی. من از طرفداراتم. تون صدات همونه. استاد قیس. بارها دیدم که میری در خونه ها. حتی کلاهتم دقیقا همین بود. دارم حقیقتشو میگم. این صداها به خاطر زنبوره؟ گردش هوای اون داخله. یعنی بارها شده ناخواسته اشکم سرازیر شده. وقتی وضعیت مردمو میبینم. اونایی که رفتی پیششون. یعنی از توفیق پروردگار است که این روزی ما کرده. من همون قیسی هستم که تو میدیدیش. امروز مهمان تو شدم. به روی چش. خدا حفظت زنده کنه. مردم برای مردم بله درسته. و دنیا درسته. با امثال تو خوب است. امیدوارم که خدا با مردمی مثل تو که به بقیه کمک میکنه. از خدا میخوام که توان کار نیک به ما عطا کنه. به من و شما. اما شما پیشگام هستیم. ما مکمل هم دیگه هستیم. در 5 سال گذشته از طریق برنامه قلبی آرام انسانهایی را دیدیم که در تنگنا زندگی می کردن. خب چرا زمین نمی خرید؟ توانشو ندارم. افرادی که به خاطر نداشتن غذا روزه گرفته و با آب افطار می کردن. الان گازم نداریم. به فکر اینم که چجوری برای بچه هم صبحانه آزم کنم. امروز صبحانه نداشتی؟ خدا شاهده که نه. گروهی دیگر از وعده های غذاییشان می زنن. اینجا تمام منطقه رو پوشش میده. میدونیم که این منطقه آب نداره و شما از آب باران یا رودخانه استفاده میکنید. و افرادی که برای رفع گرسنگی یک سیب رو با یکدیگر تقسیم میکردن. میتونی ازشون بپرسی؟ دیروز با ربع دینار یه دونه سیب خریدیم. الان دیگه پول داری و میتونی که براشون بخری. و انسانهایی که غذایشان رو از زباله‌دان‌ها گردآوری میکردن. به خدا قسم که اینا رو از سطل آشغال جمع کردم. اصلا آشغال برداشتی؟ آره به بله به خدا قسم میخورم خدا خودش شاهده از سطل آشغال جمع میکنیم میشوریم و میخوریم. چاره چیه؟ و انسانهایی که فقر بر گرسنگی و دردهایشان افزوده بود. خدا ازت راضی باشه، ازت راضی باشه و حفظت کنه و هر جا که بری سلامت باشی. خانم جورجید، این هزینه کاشت 1000 درخت گردو است که میتونی تو باغت بکاریشون. ما پروژه های مختلفی که از دستمون ساخته بود را ارائه دادیم، از جمله توانمندسازی خانواده ها و فراهم آوردن شغل و انواع کمک هزینه ها که وضعیت مردم را دگرگون کند و
و بخشی از امنیت غذایی را در سرزمین‌هایمان محقق سازد.